درود به شما همراهان عاشق وطن و وفاداران ایران زمین در سراسر جهان. در این ویدیو ابتدا گزارشی داریم از خبر انفجار در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان و در ادامه گزارش دیگه ای از انهدام باندی که با حمله مسلحانه به منازل مسکونی علاوه بر سرقت به زنها در برابر همسرانشون تجاوز می‌کردند. اما 5 ماه نیروی انتظامی برای پیدا کردنشون تلاشی نکرد تا بالاخره توسط یکی از قربانی‌ها به دام افتادن. این گزارش رو حتما ببینید. روز چهارشنبه 13 دی همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در گلزار شهدای کرمان چند انفجار پیاپی به فاصله 10 دقیقه رخ داد. بنا به اعلام مقامات انتظامی و امنیتی حکومت، در اثر این انفجارها 10 نفر کشته و مجروح شدند. بر اساس آخرین اطلاعات اورژانس کرمان، تعداد کشته شدگان این بمب‌گذاری‌ها تا ساعتی بعد از خبر انفجار 103 نفر و تعداد مجروحین دست کم 141 نفر اعلام شد. این مقام امدادی گفت که حال بعضی از مصدومین وخیمه و امکان افزایش شمار کشته‌ها وجود داره. با اینکه مقامات محلی در دقایق ابتدایی این حادثه انفجار چند کپسول گاز رو دلیل این انفجارها اعلام کردند، معاون استانداری کرمان کمی بعد اعلام کرد که این حادثه یک حمله تروریستی بوده. در این حال شهردار کرمان با بیان اینکه علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست گفت هنوز معلوم نیست که این انفجارها بر اثر ترکیدن کپسول گاز اتفاق افتاده یا انتحاری بوده. همزمان نماینده جیروف مدعی شد 4 انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان رخ داده. اعظمی ساردویی گفت انفجارهایی که صورت گرفته به واسطه یک حمله تروریستی بوده و در مکانهای مختلفی از جمله زیر پل زیرگذر منتهی به گلزار شهدا و در مسیر موکپا بمب‌ها کارگزاری و منفجر شدند. به گفته بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، علاوه بر این دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و بهشتی هم برای خدمات رسانی به مجروحین این رویداد اعلام آمادگی کرده و نیروی درمانی اعزام کردند. سخنگوی سازمان اورژانس با تاکید به اینکه واحدهای امداد هوایی برای عزیمت به کرمان و انتقال احتمالی مجروحین آماده است، اضافه کرد که 60 تخت بستری ویژه هم در تهران برای خدمات رسانی به مجروحین بدحال پیش بینی شده. همزمان رئیس اورژانس ایران هم خبر داد که همه بیمارستان‌های استان کرمان فعال شده و در حالت آماده باش قرار گرفتند. همینطور تمامی آمبولانس‌های مناطق همجوار به سمت گلزار شهدای کرمان و بیمارستان‌های این شهر حرکت کردند. مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در سال 1398 هم به دلیل ازدحام جمعیت شرکت کننده که از شهرهای دیگه به شهر کرمان آورده شده بودند، به کشته شدن 56 نفر و مصدومیت 213 نفر دیگه منتهی شد. اتفاق اخیر با واکنش گسترده کار برای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بعضی گفتند سلیمانی علاوه بر زمان زنده بودن، بعد از مرگ هم همچنان در حال کشت و کشتاره. تسلیت عرض میکنم به همه مردم ایران، فارغ از اینی که این موضوع چگونه اتفاق افتاده، به دلیل اینکه خب ما همیشه در همه اتفاقات میبینیم که جمهوری اسلامی نمیشه به روایتهاش اعتماد کرد. واقعا هنوز مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. حالا قبل از اینی که بخوایم به این بپردازیم که اصلا همه این اتفاقات وقتی که میفته ریشش به سوء مدیریت در جمهوری اسلامی، یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم دستگاه‌های اطلاعاتی یک کشور در همه جای دنیا باید مهمترین کاری که میکنن امنیت شهروندان اون کشور رو تامین بکنن. حالا در مراسمات که دیگه بسیار مهمتره، در یک حکومت مثل جمهوری اسلامی که خب برای کارهای خودش، برنامات خودش بسیار خرج میکنه، انجام میده، حداقل امنیت برنامه‌های خودش رو که طرفداران خودش رو میکشونه، با همه اینها بالاخره اونها مردمن. میبینیم که یک جایی اگر یک نفری مثلا یک استوری میذاره، یک صحبتی میکنه، به سرعت شناسایی میشه، اون رو میرن محاصره میکنن، چه میکنن و چه میکنن. اما در این جاها سوء مدیریت دستگاه‌های اطلاعاتی رو میبینیم. دلیلش هم همینه. جمهوری اسلامی تمامی هزینه‌های خودش، مبالغ خودش، زور خودش رو روی مخالفین سیاسی خودش گذاشته.
از سوی دیگه در کشوری که خب ایدئولوژی مذهبی اون رو میاد میذاره و نمیگذاره که یک معتدل ترها وارد بشن، خب همیشه بستری میشه برای اینکه تندروها در دو طرف ورود بشن، در اهل سنت، در شیعه، در همه جایی که میبینیم هر کسی که انتقاد میکنه از بین میبرن و اتفاقا این کارهای تروریستی رو در انتها میخواهند بیان که به مخالفین سیاسی خودشون ربط بدن، بدون اینکه ما هیچ کدوم اتفاقاتی رو ندیدیم که مثلا یک کمیته حقیقتیاب واقعی تشکیل بشه، یک کسی مسئولیت خودش شروع پذیره. توی حادثه شیراز شاه چراغ دو بار اتفاق افتاد. حالا بماند اینی که یک صحبتی میشه که اینجور چیزها یک شمه‌ای میاد از اینی که گروه باند فاسد امنیتی در داخل خود سیستم هم احتمال داره دست به چنین کارهایی بزنن به دلیل اینی که مثلا برآورد میکنن که باید فضای جامعه چگونه بشه یا چیزی شبیه اون حملات به هواپیما اوکراینی یا حتی سر موضوع شاه چراغ بود. اما اون موضوع رو اگر بذاریم کنار، اینجا پیش میاد که در این اتفاقات سیستم کشور، دستگاه اطلاعاتی که حالا نمیتونه از کشور در مقابل این چیزها دفاع کنه، بعد از اون هم نمیبینیم یک کمیته حقیقتیابی انجام بشه بیاد انجام بشه. به نظر شما این که مردم غیر نظامی در یک مراسمی که در یک شهر برگزار میشه اینطور هدف قرار داده میشن، در ارزیابیتون بشنویم نظرتون در مورد این ماجرا چیه؟ در هر شکلی صد بیشک این موضوع قابل دفاع که هیچ خیلی یعنی سخته حتی کلمه براش پیدا بکنی. مردمی غیر نظامی ولو اینی که طرفدار حکومت در یک جای غیر نظامی مورد حمله قرار میگیرن، کار بسیار بزدلانه ایه، این بیشک مشخصه. اما برگردیم حتی موقعی که کشته شدن قاسم سلیمانی بود، اونجا هم در تشنازه عادی حدود 20 نفر کشته شدن. یعنی وقتی که یک بار این اتفاق افتاده به خاطر فقط هجوم جمعیت 20 نفر کشته شدن، خب اینجا میبینیم که جمهوری اسلامی نمیاد سر همون اتفاق هم بیاد بگه یک مراسم رو درست اجرا بکنه، برنامه ریزی بکنه. عرض کردم دلیلش هم همینه، تمامی قدرت خودش رو یا برای مسائل تدخلات بین المللی گذاشته یا برای مخالفین سیاسی عادی خودش. اما یک نکته هم باید خیلی واضح گفت اینجا، جمهوری اسلامی از الان خواهد تلاش بکنه که یک دو دستگی ایجاد بکنه، بگه که خب همه مخالفین من الان پس اینها هم توی موضوع دست داشته. این چیزی که مردم ایران رو ناراحت میکنه همینه که بیگناه ها، افراد غیر نظامی حق زندگی دارن و باید اونها زندگی بکنن و هر اتفاقی در مرزهای ایران داره میفته الان مسئولیتش با جمهوری اسلامیه. مسئله دیگه هم همین عدم اعتماد مردم به حاکمیته. الان ما تو هیچ اتفاق نمیبینیم مثلا یک سخنگو واحدی داشته باشن، اون موقع بیاد اون سخنگو در همه جای دنیا دیدیم میاد صحبت میکنه، اول به مردم آرامش میده، به مردم میگوید مثلا الان ما داریم موضوع رو بررسی میکنیم، شروع میشه نماینده مجلس برای خودش صحبت میکنه، استاندار برای خودش صحبت میکنه. این عدم تمرکز، این جزیره اداره شدن کشور تو این اتفاقاته که خودشونشون میده و فاجعه میآفرینه. امروز شما نگاه بکنید تو همین اتفاق لحظه اول میگن که انفجار گاز بوده، اصلا کسی کشته نشده. دقیقه دیگه میان میگن انتحاری بوده و بعد چه شده. همه اینا نشان از این میده که کشور به حالت عادی اداره نمیشه. کشور اهدافش برای دفاع از، یعنی برای دفاع از غیر نظامی ها، برای مردم خودش شکست خورده و جمهوری اسلامی بعد از این هم باز هم نخواهیم دید که مثلا یه تیپ مثل شیراز کمیته حقیقتیابی شکل بده. این سوء مدیریت، اینی که اداره کشور در
دست کسان متخصص نیست که مثلا بداند که الان روانی جامعه چه شکلیه، باید چه کار بکنن. همین اتفاق بیشتر فاجعه میآفرینه. نکته دومش هم عدم اعتماد مردم به حاکمیته. همین الانش هم شما نگاه میکنید که مردم یک نگرانی نسبت به خود حکومت دارن، یعنی الان نمیدانن که آیا این حکومت خودش تو این موضوع دست داشته، حکومتی که بارها مردم خودشو کشته، آیا به این گفته های این حکومت میشه انجام داد. اینجاست که اون توهمی که جمهوری اسلامی از خودش درست کرده، اون پوسته قدرتی که به خودش برای نشون داده با گرفتن و اعدام کردن اینها، اون هیمنه میریزه. این لحظات امتحان حکومت ها در بحران هاست، در بحران ها چه زلزله چه طبیعی، همیشه ما میبینیم که جمهوری اسلامی رفوزه شده و امکان نه کنترل کردن این مسائل رو داره، نه در ادامه میآید از اشتباهاتی که قبلا گرفته درس بگیره و همینجور فاجعه میاد. روزنامه جام جم، ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با اعلام خبر انهدام شبکه بزرگ سرقت مسلحانه و تجاوز در تهران تصریح کرد کشف این شبکه به طور اتفاقی توسط یکی از زنان قربانی صورت گرفته. این روزنامه با تاکید به اینکه نیروی انتظامی هیچ نقشی در شناسایی این گروه نداشته نوشت: نیروی انتظامی از اوایل شهریور ماه در جریان سرقت‌ها و تجاوزهای این گروه قرار داشت، اما تا هفته گذشته هنوز این گروه را شناسایی نکرده بود. این در حالیه که کافیه در فضای مجازی یک نفر استوری اعتراضی بگذاره. در عرض چند ساعت نه تنها شناسایی میشه، بلکه بازداشت و با انواع اتهامات امنیتی مواجه شده و بازجویی و زندانی میشه. همینطور در حالی که بارها مردم از حمله و سوء قصد توسط سارقین زورگیر شکایت کرده و به پلیس گزارش دادن و کمک خواستن، گاهن ساعتها طول کشیده که پلیس به محل وقوع جرم بیاد. معمولا هم پروسه رسیدگی به این قبیل شکایات به حدی فرسایشی و طولانیه که در نهایت شاکی پرونده قید پیگیری رو میزنه. اما احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، مدعی شده بود که روز به روز آثار احساس امنیت در تهران بزرگ رو به افزایش و نیروهای تحت امرش اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه انجام دادن. از جمله 1000 دستگاه موتورسیکلت تهیه شده تا واحدهای پلیس رو در زمان کمتر و با سرعت بیشتری به مقصد برسونن. حالا گزارش جام جم حاکی از اونه که این شبکه 6 عضو داشته که به صورت مسلحانه به خونه ها دستبرد زده و در جریان این سرقت ها زنان رو در مقابل همسرانشون مورد تجاوز قرار میدادند. اما بیش از 5 ماه پلیس هیچ ردی ازشون پیدا نکرد و این گروه تبهکار همچنان با خیال راحت به جنایاتشون ادامه میدادند. بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی از شهریور ماه تا دی در شناسایی و دستگیری اعضای این گروه از سارقین متجاوز ناکام بوده. در نهایت در روزهای پایانی هفته اول دی، یکی از زنان شاکی که مورد دستبرد و تجاوز توسط این گروه قرار گرفته بوده، زمانی که با شوهرش در حال عبور از بوستانی در جنوب تهران بودند، مردی با ظاهر و قامت شبیه یکی از سارقین را شناسایی کردند. بنابراین به همراه شوهرش به سارق حمله کرده و اونو کتک زدن و مانع فرارش از بوستان شدن تا زمانی که پلیس برسه و اونو تحویل بدن. بعد از این اقدام، پلیس تونست اعضای دیگر این شبکه رو شناسایی و دستگیر کنه. این خبر هولناک و همینطور تعلل یا ناتوانی پلیس در شناسایی و بازداشت این گروه سارقین متجاوز به عنف، بازتاب وسیعی در بین ایرانی‌ها و کاربرای فضای مجازی داشت. یکی از کاربرا در واکنش به این رخداد نوشت: در حکومتی که برای دختران در مترو دوربین نصب می‌کنن، قاتلین و متجاوزین باید توسط خود قربانیا شناسایی بشن. کاربر دیگه‌ای نوشت: اداره آگاهی شده محل حضور فشل‌ترین پلیس‌ها، فقط توی فیلم و سریال‌ها قوی و زیرکن، اما در واقع حجاب اولویت آقایونه. این در حالیه که احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی که مورد تایید و انتخاب رهبر تیرماه امسال مدعی به کارگیری سامانه هوشمند برای شناسایی و دستگیری مجرمین، زورگیرا، سارقین و احضار موارد کشف حجاب و بد حجابی شده بود. قبل از رادان هم چند نفر از نماینده های مجلس در مورد به کارگیری فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی شهروندایی که به پوشش اجباری تن نمیدن تاکید کرده بودند. اما تنها دغدغه‌ای که ندارن آمار بیشمار جرم، جنایت و ناامنی ناشی از فقر و فلاکت در ایرانه. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرتون رو در کامنت بنویسید و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید.